میخوایم ما هم دیگه یاد بگیریم چجوری با نرم افزار فتوشاپ کار بکنیم. به دومی قسمت از سطح مبتدی آموزش فتوشاپ خوش اومدید. خب میریم سراغ مثال بعدیمون. ما میخواییم راجع به یکی از مهمترین خاصیتهایی که لایه داره صحبت بکنیم که بهش میگن ماسک ها. یه تصویر پورتره داریم، یه دونه کپی از لایه‌مون میگیریم، اسمش رو تغییر میدیم، میذاریم کپی پورتریت فوتو. خیلی خب، یه عکس اینجا داریم، یه عکس ماسک میگیریم، میکشیم، میندازیم داخل این یکی تبمون. با استفاده از کلیدای کنترل و تی ابزار سایز رو انتخاب میکنیم، وسطش رو میگیریم، جابجا میکنیم و سایز تصویر رو با توجه به سایز عکسمون تغییر میدیم. خوب به نظر میاد، ولی میتونیم یه مقدار این پاییناشو درست بکنیم. برای اینکه این پاییناشو قشنگ بندازیم روی تصویر، اینجا یه گزینه‌ای داره مثل یه پنجره میمونه که خم شده، زیرش هم یه فلشیه، روش کلیک میکنیم، یه سری ابزار برای ما اضافه میشه. ببینید چند تا گوشه اینجا اضافه شده برای ما. هر کدوم از اینا رو بگیرید و بکشید، اون قسمت از تصویر که نزدیکشه رو ببینید جابجا میکنه. این دوتا رو یه مقدار جابجا کنید، ببینید الان کامل افتاد روی صورت مدل. اینجا با استفاده از گزینه برایتنس یه مقدار میخوایم تیره ترش بکنیم. وقتی این گزینه رو بزنید مرتبط میشه به لایه زیریش، این نگه داشتن و زدن کلید آلت که تو درس قبلی گفتیم. برایتنسش رو کم میکنید و خیلی خوبتر شد. خیلی خوب، حالا میخوایم راجع به ماسکا صحبت بکنیم. ببینید ماسک کاری که میکنه اینه، این ماسکی که الان روی صورت ایشون هستش چی کار میکنه؟ الان یه قسمتایی از صورتش رو پوشونده، ولی یه قسمتایش هم نشون میده. مثلا چشما رو ما میتونیم ببینیم، دهان این مدل رو میتونیم ببینیم، این قسمت پایین رو میتونیم ببینیم، موها رو میتونیم ببینیم. ماسک هم دقیقاً یه همچین کاری رو روی لایه انجام میده. حالا بیاد یه مقدار بهتر توضیح بدیم. اگر ما گزینه پاک کن رو انتخاب بکنیم، شروع بکنیم به پاک کردن یه قسمتای از این لایه، میبینید یه قسمتاش پاک شده. هیچ راهی نداریم برای برگردوندن این. فقط ما میتونیم کنترل زد بزنیم. یعنی اگه ما بخوایم اینو ادیت بکنیم، اگر اشتباهی بکنیم هیچ راه برگشتی نداریم. ولی فتوشاپ یه گزینه اینجا گذاشته به نام ماسک. وقتی روش کلیک بکنید، ببینید یه صفحه سفید با یه زنجیر اضافه میشه روی خود لایه‌مون. اگه براش رو از اینجا انتخاب بکنید، رنگ رو روی تیره یا مشکی بذاریم، ببینید یه مقدار کوچیک‌تر می‌کنیم قلممون رو، شروع می‌کنیم کشیدن. همونجور که می‌بینید این کار پاک‌کن رو برای ما انجام میده. از این قسمت یه مقدار هاردنسش رو کم‌تر می‌کنیم، ببینید الان دقیقاً این پاک شد. حالا اگه ما بخوایم برش گردونیم دیگه نیاز نیست کنترل زد رو بزنید. اگر این رو بذارید روی سفید، دوباره شروع بکنید به کشیدن روی این، میبینید که هیچ قسمتی از عکسمون از بین نرفته. فقط اون قسمتایی که با مشکی کشیدیم نشون داده نمیشه. الان مثلا ما گوشاش رو میخوایم برداریم، مشکی رو انتخاب میکنیم و شروع میکنیم به کشیدن. ببینید الان قسمت گوشاش نیست. اگه ما دوباره سفید رو انتخاب بکنیم و بکشیم، یا اگر اشتباهی توی پاک کردنش داشتیم، الان میتونیم برش گردونیم. این خیلی نکته مهمیه. حتما ماسکا رو با دقت تمرین بکنید. خیلی خوب، حالا میخوایم یه نوشته این زیر اضافه بکنیم. از این گوشه یه آیکانی هستش مثل تی میمونه. از یه گوشه میگیریم، میکشیم و ولش میکنیم. ببینید الان این تی که ما انتخاب کردیم به لایه پایینیش مربوطه. برای اینکه اینو بخوایم قطع بکنیم این ارتباط رو، تی رو از این وسط میگیریم، میکشیم، میندازیم بالاترین لایه. اگر کلید آلت رو نگه داریم و بین دوتا لایه بگیریم، اون فلش میاد و روش یه دونه خط کشیده. میبینید اون فلش کوچیک از بین رفت. یعنی اینکه لایه ما تو بالاترین سطح هستش و دیگه هیچ ربطی به لایه های پایینش نداره. ما اینجا مثلا می نویسیم بتمن، حواستون باشه کیبوردتون انگلیسی باشه، حالا ما بزرگ بنویسیم. ببینید یه قسمتی داره این بالا دقیقا مثل ورد. شما میتونید فونت انتخاب بکنید توش، میتونید وزنش رو انتخاب بکنید، سایزش رو انتخاب بکنید، راست چین بودن، چپ چین بودن. حالا مثلا ما یه فونتی انتخاب میکنیم، این قسمت وسط بولد بودنش اگر فونتتون داشته باشه انجام میده، و این قسمت هم سایزش مثلا رو هر عددی 72
همون جور که میدونید میتونید عددش هم دستی وارد کنید. 100، 200، 5، هر عددی که شما دوست داشته باشید اینجا میتونید وارد بکنید. حالا با استفاده از رکتنگل تول میخوام یه دونه نوارم این زیر این نوشتمون بندازیم. اینو توی درس قبلی بهتون توضیح دادم چجوری میتونید از رکتنگل تول استفاده بکنید. حالا مثلا رنگش رو مشکی میذاریم، از این قسمت که فیل هستش ببینید میتونید اوپاسیتیش یا درصد نمایشش رو کم و زیاد کنید. من فکر میکنم سفید بذاریم بهتره. ببینید بتمن که زیر لایه هستش الان داره نشون میده، ولی خب تاره. میاریم بتمن رو تو بالاترین لایه قرار میدیم که خیلی شفاف تر باشه. با استفاده از دکمه موو میتونید جابجاش کنید. یادتون باشه میتونید از کلیدای چپ و راست و بالا پایین کیبوردتون هم واسه جابجاییش استفاده بکنید. یه قسمتی این گوشه پایین داره به نام لایر استایل. خاصیت هایی هستش که به لایه‌تون داده میشه. مثلا چی؟ وقتی رو کلیک بکنید ببینید یه سری خاصیت اینجا نوشته شده. ما بالاترین گزینه رو که بزنیم کل جعبه ابزار خاصیت‌های لایه ما یا لایر استایل ما باز میشه. اینا رو لازم نیستش تو قسمت مبتدی همه رو بدونی. ما فقط می‌خوایم بهتون نشون بدیم که هر قسمتی که اینجا هستش کارش چیه و چی کار می‌کنه. در همین اندازه بدونید برای قسمت مبتدی کفایت می‌کنه. تو قسمت متوسط و پیشرفته راجع به اینا خیلی صحبت میشه. حالا ما قسمت پایین ترینش که نوشته دراپ شادو رو کلیک میکنیم، یعنی سایه انداختن روی لایه. ببینید یه سری ابزار سمت راستش میاد. تو اولی میتونید مقدار رنگی که اومده روش رو اضافه و کم بکنید. تو دیستنس میتونید فاصله سایه رو مشخص کنید. تو انگل میتونید زاویه سایه رو مشخص بکنید. تو سایز هم میتونی سایز سایه رو مشخص بکنی که هرچی به چپتر باشه بیشتر شبیه لایه‌مونه، هرچی به راستر باشه مفتر و بزرگتر میشه. از این قسمت فیل هم میتونی یه مقدار، حالا ما این لایه رو پر رنگتر بکنیم با استفاده از اوپاسیتی کمش بکنیم اینجا رو. ببینید لایر استایلا یا خاصیت های لایه ها اینجوری نمایش داده میشه که زیر هر لایه‌ای که خاصیت داره گزینه های افکتش میاد. حالا شما اگر این چشمه رو خاموش و روشن بکنید میبینید که میتونید اون لایر استایلی که به تصویر دادیم رو خاموش و روشن بکنید. اگر دوباره روی خود لوگوی تی اگر کلیک بکنید دوباره ابزار تغییرات برای شما باز میشه. مثلا ما میخوایم یه فونت دیگه ای الان بهش بدیم، مثلا این فونت به نظر من خوبه. اینجا کلید اوکی رو میزنیم و فایلمون رو سیو میکنیم. اگر از افرادی هستید که داخل اینستاگرام دارید این پست رو نگاه میکنید، سطح مبتدی دو ما شامل 4 بخش هستش. هر کدوم رو به صورت جداگانه پست کردیم که میتونید به صورت جداگانه ببینید و استفاده بکنید. خب خیلی ممنونم که توجه کردید به این قسمت از برنامه. این قسمت قسمت دوم سطح مبتدی بودش. تو قسمت بعدی با هم دیگه میخوایم ادیت یه چهره رو انجام بدیم. یادتون نره پیجو که این پایین مینویسم همیشه دنبال بکنید تو یوتیوب و اینستاگرام و تو این روزا تو خونه بمونید و قرنطینه باشید و فتوشاپ کار بکنید. مرسی، خداحافظ.